سلام، وقتتون بخیر. به ویکتوریا پادکست خوش اومدید. قراره یه مجموعه ویدیو داشته باشیم به اسم دور دنیا. این مجموعه چندین قسمت کوتاه داره و در هر قسمت قراره در مورد یک کشور صحبت کنیم و یک سری اطلاعات کلی و معرفی خلاصه از کشورها داشته باشیم. اطلاعاتی مثل نکات تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و رسم و رسومات مردم اون کشور. پیشنهاد میکنم حتما سابسکرایب کنید و قسمت‌های قبلی و بعدی رو تماشا کنید. بریم سراغ این قسمت. امروز قراره در مورد ژاپن صحبت کنیم. ژاپن جزیره دراز و باریکی توی شرق آسیاست و کشور بسیار متراکمیه و 130 میلیون نفر هم جمعیت داره. نرخ باسوادی توی ژاپن 99% و تقریبا همشون باسوادن. ژاپن چهارمین کشور جزیره بزرگ دنیاست، ولی خب یه تیکه نیستش و 6852 تا جزیره کوچیک کوچیک دست به دست هم دادن و ژاپن رو تشکیل دادن، که البته فقط 430 تای اونا مسکونی و قابل زندگی کردن هستش. شما یه جزیره باریک رو در نظر بگیر که 73% از فضاش رو کوه و جنگل‌های نامناسب برای زندگی و کشاورزی و صنعت پوشونده باشه و فقط یه باریکه کنار ساحلش باقی مونده. به همین خاطر هستش که خیلی متراکمه. امید به زندگی زنای ژاپنی بیشتر از 88 ساله و برای مردا 3 سال کمتر از زن هاست. ژاپنی ها امیدوارترین مردم دنیا هستن و ژاپن بیشتر از 100 تا آتش فشان فعال داره، یعنی تقریبا بیشتر از همه کشورهای دیگه. سالانه بیشتر از 1500 تا زلزله توی ژاپن میاد، اما خب همونطور که میدونید کمترین خسارت رو همیشه میبینن به خاطر اون زیربنا و ساخت مهندسی شده و برنامه ریزی شده شون. و اما در مورد اسم کشورشون، ما بهش میگیم ژاپن ولی خودشون میگن نیپون. نیپون به معنی سرچشمه خورشیده. ژاپنی ها یه نوشیدنی شبیه دوغ دارن به اسم یاکولت، ولی مثل دوغ ترش نیست و شیرینه. نمیدونم اصلا چرا گفتم شبیه دوغ. ژاپنی ها پرکارترین مردم دنیا هستن و یه قانونی هم که دارن اینکه خوابیدن سر کار مجازه براشون، از بس که کار میکنن و خسته میشن. ژاپنی ها به کار گروهی هم خیلی معتقدن، طوری که بعد از اینکه کشتی تایتانیک غرق شد، یه ژاپنی بازمانده اون کشتی بود و نجات پیدا کرده بود و گفته شده که اون نفر که زنده مونده رو سرزنشش میکردن که مگه تو بقیه کمک نمیکردی، پس چرا زنده موندی؟ نمیدونم چقدر صحت داره این داستان، ولی همچی چیزی رو شنیدم. ژاپنی‌ها یه قانونی دارن که به افراد محکوم به اعدام مثلا از چند وقت قبل نمیگن که قراره توی فلان تاریخ بری بالای دار، میذارن زندگیشو بکنه تو همون زندان، یهو میان در سلولو باز میکنن و میکشنش بالا. و خب به نظر من اینجوری خیلی بدتره، چون دیگه اصلا طرف نمیتونه حتی از زندگیش هم لذت ببره به خاطر استرس این قضیه. یه نفر تعریف میکرد که میمونای ژاپن هم مثل خودشون خیلی قانونمندن و وقتی که گرسنه‌شون میشه مستقیما از مغازه‌ها دزدی نمیکنن، بلکه کیف رهگذرا رو میزنن و با سکه‌های داخل کیف برای خودشون از اون دستگاه خودکار حلهوله میخرن، مثل اینکه میموناشون هم پیش رفتن. قمار بازی توی ژاپن ممنوعه، یعنی قمار سر پول ممنوعه و جوایز مثلا غیر نقدی اشکال نداره. مثلا میتونن که سر وسایل خونه قمار کنن. سیستم راهن ژاپن پرسرعت ترینه و بوده نیم قرنه که کار میکنه و تا حالا یه نفر هم تلفات ناشی از تصادف نداده. یه کاری هم که میکنن اینه که اگر کسی خودشو بندازه جلوی قطار به قصد خودکشی، اگر بمیره بازماندگانش جریمه میشن. به خاطر همین کسی جرئت نمیکنه بیاد با قطار خودکشی کنه. تمام بزرگراهای ژاپن پولیه و اگه کسی بخواد دور کشور ژاپن رو بگرده باید $300 عوارض جاده‌ای بده. ژاپن معبدای بودایی زیادی هم داره و بلندترین برج دنیا هم
توی توکیو ژاپنه. برجی به اسم درخت آسمان با ارتفاع 634 متر. خب بریم سراغ حکومت ژاپن. تا همین 100 و چند سال پیش ژاپن به مدت 700 سال تحت حکومت فرماندهای نظامی بود که بهشون شوگان میگفتن. و این شوگان ها یه چیزی تو مایه های خانای قدیمی خودمون بودن، اما خب با نفوذ بیشتر و حکومتشون مثلا مثل اون خانای قدیم محدود به اون روستای خودشون نمیشد قدرتشون و تو کل کارهای کشور دست داشتن. اون زمان امپراتوری ژاپن بود، اما خب پیش اینا کاری نبود و همه کارو و اختیار دست این شوگان ها بود. ورزش های رزمی مثل کاراته، جودو، سومو، نینجوتسو، کندو، آیکیدو و جوجیتسو همه اینا خاصگاهشون ژاپن بوده و ورزش ملی ژاپن هم سومو هستش. ژاپن خیلی کم مهاجر داره و 98% از جمعیت ژاپن ژاپنیای اصیل و بومی اونجا هستن، چون همینجوریش هم انقدر متراکمن که جا برای خودشون هم به زور هست چه برسه به مهاجر. گل ملی ژاپن شکوفه درخت گیلاسه و نوشیدنی مورد علاقهشون هم چای سبزه که هم سردش رو میخورن هم گرمش رو. صنعت ربات سازی توی ژاپن خیلی پیشرفته است و خیلی جاها از ربات به جای انسان استفاده میکنن. حتی زن و همسر رباتی هم ساختن. ژاپنیا همینطور که مطمئنم تا بال شنیدید زیاد خودکشی میکنن و گاهی این خودکشی ها به خاطر کار زیاد و طاقت فرسایی که انجام میدن. یکی از روش هاشون برای خودکشی اینه که خودشونو پرت میکنن توی دهانه آتش فشان و همونطور که قبلا گفتم قطارم که کنسله. قدیم هم ژاپنیا زیاد خودکشی میکردن و یکی از روش های قدیمی خودکشی ژاپنیا که بین سامورایی ها رواج داشت هاراکیری بود و هاراکیری اینجوری بود که روی چارزانشون میشستن و شمشیر میکردن وسط شکم خودشون. این کار رو، این مدل خودکشی رو زمانی میکردن که شکست خورده بودن و غرورشون شکسته بود یا زمانی که میخواستن با این کار به طرف مقابل عذاب وجدان بدن. یه همچین کار شبیه به اینی رو چین باستان هم اون زمان انجام میدادن که شورت ویدیوش رو داخل همین چنل گذاشتم، میتونید برید ببینید. کتاب های مصور یا همون مانگا توی ژاپن خیلی طرفدار داره. مخترعه اشعار سخطی هم ژاپنیا هستن که اسم این مدل شعراشون هم گذاشتن هایکو. قطارها توی ژاپن تأخیر ندارن و همونطور که قبل گفتم خیلی هم سریعن و صحبت کردن با موبایل توی قطار ژاپن ممنوع. توی ژاپن شغل عجیبی وجود داره که طرف کارش اینه مسافرهایی که توی واگن مترو جا نمیشن رو با تمام قدرت هل میده داخل قطار یا مترو، فرق نمی کنه، تا جاش بده اونجا. پولدارای ژاپنی برای سرگرمی از زنای رقاص دور دیده به نام گیشا دعوت می کنن که بیان توی مهمونیاشون برقصن. البته گیشاها از قدیم توی فرهنگ ژاپن بودن، ولی خب کاربردشون متفاوت بوده. قدیم مردای ژاپنی اگه قرار کاری داشتن یا مثلا می خواستن وارد جمعی بشن، جمعه حالا دوستاشون یا هر چیزی، به جای همسرشون یه گیشا رو استخدام میکردن تا همراهیشون کنه و همه هم میدونستن که مثلا این همسرش نیست و گیشاست. نمیدونم چه کاری بوده و البته فقط هم در حد همراهی بوده ها. این گیشاها دختر بچه‌هایی بودن که از بچگی توی مدارس خاصی آموزش رقص و آداب اجتماعی میدیدن که در آینده گیشا بشن. و اگه میخواید بیشتر در موردش بدونید کتاب خاطرات گیشا رو بخونید. برعکس همه جای دنیا، گربه سیاه توی ژاپن نشونه خوششانسیه و غذای اصلیشون هم برنجه و حتی صبحانه هم برنج میخورن. نظافت دستشویی و سالن غذاخوری مدارس هم فقط به عهده مستخدم و کارکنای مدرسه نیست و دانش آموزا هم موظفن که بهشون کمک کنن. یه واژه هیکیکوموری هم دارن ژاپنیا که این واژه رو به کسایی میگن که توی خونه میشینن، خودشون رو از اجتماع جدا میکنن و اصلا از خونه بیرون نمیان و مثلا فقط میشینن به یه فعالیتی مشغول میشن، مثلا فقط میشینه خونه سریال میبینه یا فقط میشینه خونه بازی میکنه. به این افراد توی ژاپن میگن هیکیکوموری.
امیدوارم خوشتون اومده باشه. مرسی که وقت گذاشتین، تماشا کردین. نظرتون رو حتما به هم بگید و یادتون نره ویدیوهای قبلی رو هم تماشا کنید.